برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید فشار اقتصادی ناشی از کمپین فشار حداکثری آمریکا، انزوای سیاسی و بدترین بحران مالی طی 40 سال گذشته ایران را به شدت ترسانده است. آقای هوک در این رابطه به چند سوال گیتارگن از بخش فارسی صدای آمریکا پاسخ داده که میبینیم. آمریکا میگوید حمله به مواضع کتایب حزب الله که جمهوری اسلامی ایران از آن حمایت میکند یک اقدام دفاعی در برابر 11 حمله عوامل ایران در 2 ماه گذشته بود. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران حمله های جمهوری اسلامی را ناشی از استیصال میداند. So Iran knows that the maximum pressure campaign that we put in place is unsustainable. ایران می‌داند که شرایطش تحت کارزار فشار حداکثری که ما اعمال کرده ایم ناپایدار است و آنها از بابت این حجم عظیم انزوای سیاسی و فشار اقتصادی که اعمال کرده ایم به شدت هراسانند. کشورهای دیگر نیز دارند به این تلاش ما می‌پیوندند. شما دیده اید که رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان ایران را به خاطر نقض حاکمیت عربستان سعودی محکوم کردند و از ایران خواستند برای رسیدگی به موضوع توسعه موشک‌های بالستیک توسط ایران سر میز مذاکره بیایند. از این رو من بر این باورم که این رژیم از جهات متعدد تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است و آنها که عادت ندارند نبشنوند خشمگین هستند، اما پرزیدنت ترامپ در برابر این رژیم ایستاده است. آقای هوک در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد که آمریکا خواهان جنگ دیگری در خاورمیانه نیست. ما به دنبال درگیری‌های بیشتر نیستیم. ایالات متحده سیاستش در قبال ایران را در کانال دیپلماتیک حفظ کرده است. اما ایران بارها با استفاده از نیروی نظامی به دیپلماسی ما پاسخ داده است. این رفتاری است که با خصوصیات یک رژیم یاغی مطابقت دارد. ما به تمرکز کردن بر دیپلماسی ادامه می‌دهیم. اما وقتی ایران به ایالات متحده حمله کند، همان گونه که از طریق نیروی نیابتیش کتایب حزب الله حمله کرد، ما برای دفاع از خودمان واکنش نظامی نشان می‌دهیم. آمریکا از اینکه دولت‌های عراق نتوانستند یا نخواستند جلوی انتقال سلاح جمهوری اسلامی به داخل خاک خود را بگیرند یا کشورشان ترانزیتی برای انتقال سلاح و نیرو به سوریه و لبنان نباشد، ناراضی است. So we're doing everything we can to interdict it. ما همه توانمان را برای توقیف این محموله‌ها به کار می‌بریم و دولت عراق نیز باید جنگ‌افزارهای ایرانی را توقیف کند تا آنها به عراق، سوریه و لبنان منتقل نشوند. ما بر این باوریم که حملات دیروز یک پیام بازدارندگی بسیار نیرومندانه را به رژیم ایران فرستاد. این نشان می‌دهد که ما حمله به پایگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق را بر نمی‌تابیم. آقای هوک خاطر نشان کرد که آمریکا پیش از حمله به مواضع کتایب حزب الله دولت عراق را در جریان گذاشته بود و افزود اکنون باید بر این مسئله تمرکز شود که رژیم ایران بزرگترین تهدید برای امنیت عراق است. گیتا آریان، صدای آمریکا.